یوحنا فصل چهارم. وقت خداوند فهمید که فریسیان شنیدن که او بیشتر از یحیی شاگرد پیدا کرده و آنها را تعمید می دهد، هرچند شاگردان عیسی تعمید می دادن نخود او، یهودیه را ترک کرد و به جلیل برگشت، ولی لازم بود از سامره عبور کند. او به شهر از سامره که سوخار نام داشت، نزدیک مزرعه‌ای که یعقوب به پسر خود یوسف بخشیده بود رسید. چای یعقوب در آنجا بود و عیسی که از سفر خسته شده بود در کنار چا نشست. تقریبا ظهر بود. یک زن سامری برای کشیدن آب آمد. عیسی به او گفت: قدر آب به من بده. زیرا شاگردانش برای خرید غذا به شهر رفته بودند. زن سامری گفت: چطور تو که یک یهودی هستی از من که یک زن سامری هستم آب میخواهی؟ او این دا گفت چون یهودیان با سامریان نشست و برخاست نمی کنند. عیسی به او جواب داد: اگر می دانستی بخشش خدا چیست و کیست که از تو آب می خواهد، حتما از او خواهش می کردی و او به تو آب زنده عطا می کرد. زن گفت: ای آقا، دوله نداری و این چا عمیق است، از کجا آب زنده داری؟ آیا تو از جد ما یعقوب بزرگتر هستی که این چا را به ما بخشید؟ و خود او و پسران و گلش از آن نوشیدن؟ عیسی گفت: هر که از این آب بنوشد باز تشنه خواهد شد، اما هر کس از آبی که من می بخشم بنوشد هرگز تشنه نخواهد شد، زیرا آن آبی که به او می دهم در باطن او به چشمه تبدیل خواهد شد که تا زندگی ابدی خواهد جوشید. زن گفت: ای آقا، آن آب را به من بده تا دیگر تشنه نشوم و برای کشیدن آب به اینجا نیایم. عیسی به او فرمود: برو شوهرت را صدا کن و به اینجا برگرد. زن جواب داد: شوهر ندارم. عیسی گفت: راست میگویی که شوهر نداریم، زیرا تو 5 شوهر داشته ای و آن مرد هم که اکنون با تو زندگی میکند شوهر تو نیست. آنچه گفتی درست است. زن گفت: ای آقا، میبینم که تو پیغمبر هستی. پدران ما در روی این کوه عبادت میکردن، اما شما یهودیان میگویید باید خدا را در اورشلیم عبادت کرد. عیسی گفت: ای زن، باور کن، زمانی خواهد آمد که پدر را نه بر روی این کوه پرستش خواهید کرد و نه در اورشلیم. شما سامریان آنچه را نمی شناسید می پرستید، اما ما آنچه را که می شناسیم عبادت می کنیم، زیرا رستگاری به وسیله قوم یهود می آید. اما زمان می آید و این زمان هم اکنون شروع شده است که پرستندگان حقیقی پدر را با روح و راستی عبادت خواهند کرد، زیرا پدر طالب این گونه پرستندگان می باشد. خدا روح است و هر کی او را می پرستد باید با روح و راستی عبادت نماید. زن گفت: من می دانم که مسیح خواهد آمد و هر وقت بیاید همه چیز را به ما خواهد گفت. عیسی گفت: من که با تو صحبت می کنم همان هستم. در همان موقع شاگردان عیسی برگشتند و چون او را دیدند که با یک زن سخن می گوید تعجب کردند، ولی هیچ کس نپرسید: چی می خواهی؟ و یا چرا با او سخن می گویی؟ زن کوزه خود را به زمین گذاشت و به شهر رفت و به مردم گفت: بیایید او مردی را ببینید که آنچی تا به حال کرده بودم به من گفت. آیا این مسیح نیست؟ پس مردم از شهر خارج شده پیش عیسی می رفتند. در این وقت شاگردان از عیسی خواهش کرده گفتند: ای استاد، چیزی بخور. اما او گفت: من غذای برای خوردن دارم که شما از آن بیخبر هستید. پس شاگردان از یکدیگر پرسیدند: آیا کسی برای او غذا آورده است؟ عیسی به ایشان گفت: غذای من این است که اراده کسی را که مرا فرستاده است به جا آورم و کارهای او را انجام دهم. مگر شما نمی گویید هنوز 4 ماه به موسم درو مانده است؟ توجه کنید و شما می گویم به کشتزارها نگاه کنید و ببینید که حالا برای درو آماده هستند. دروگر مزد خود را می گیرد و ثمر را برای زندگی ابدی جمع می کند تا
اینکه کارنده و درو کننده با هم خوشی کنند. در اینجا این گفته حقیقت پیدا می کند که یکی می کارد و دیگری درو می کند. من شما را فرستادم تا محصولی را درو کنید که برای آن زحمت نکشیده اید. دیگران برای آن زحمت کشیدند و شما از نتایج کار ایشان استفاده می برید. به خاطر شهادت آن زن که گفته بود آن چه تا به حال کرده بودم به من گفت. در آن شهر عده زیاد از سامریان به عیسی ایمان آوردند. وقتی سامریان نزد عیسی آمدند از او خواهش کردند که پیش آنها بماند. پس عیسی دو روز در آنجا ماند و عده زیادی نیز به خاطر سخنان او ایمان آوردند و به آن زن گفتند: حالا دیگر به خاطر سخن تو نیست که ما ایمان داریم، زیرا ما خود سخنان او را شنیده ایم و می دانیم که او در حقیقت نجات دهنده عالم است. پس از دو روز عیسی آنجا را ترک کرد و به طرف جلیل رفت، زیرا خود عیسی فرموده بود که پیامبر در دیار خود احترام ندارد. اما وقتی به جلیل وارد شد مردم از او استقبال کردند، زیرا آنچه را که در اورشلیم انجام داده بود دیده بودند، چون آنها هم در ایام عید در اورشلیم بودند. عیسی بار دیگر به قانای جلیل، جایی که آب را به شراب تبدیل کرده بود، رفت. یکی از مامورین دولت در آنجا بود که پسرش در کپرناهوم بیمار و بستری بود. وقتی شنید که عیسی از یهودیه به جلیل آمده است، نزد او آمد و خواهش کرد به کپرناهوم برود و پسرش را که در آستانه مرگ بود شفا بخشد. عیسی به او گفت: شما بدون دیدن قدرت و معجزه به هیچ وجه ایمان نخواهید آورد. آن شخص گفت: ای آقا، پیش از آن که پسر من بمیرد بیا. آنگاه عیسی گفت: برو، پسرت زنده خواهد ماند. آن مرد با ایمان به سخن عیسی به طرف منزل رفت. او هنوز به خانه نرسیده بود که نوکرانش در بین را او را دیدن و با او مژده دادن: پسرت زنده و تندرست است. او پرسید: در چی ساعت حالش خوب شد؟ گفتند: دیروز در ساعت یک بعد از ظهر تب او قطع شد. پدر فهمید که این درست امان ساعتی است که عیسی به او گفته بود پسرت زنده خواهد ماند. پس او و تمام اهل خانهش ایمان آوردند. این دومین معجزه‌ای بود که عیسی پس از آن که از یهودیه به جلیل آمد